از آقای منشور وارسته میخوام صحبتشون رو شروع کنم. بفرمایید. با سلام خدمت شما خانم رجوی عزیز، اعضای محترم و ناظرین گرامی. با یاد مجاهد صدیق آقای مسعود فرشی و درود به مسئول محترم شورا آقای مسعود رجوی در 40 سال حیات پرافتخار شورا، همچنین تبریک به شما خانم رجوی عزیز و دیگر دستاندرکاران برگزاری شکوهمند اجلاس خیره کننده ایران آزاد که پتکی استراتژیک بود بر سر نظام استبداد دینی و به طور قطع پیامد آن در چشمانداز مشاهده خواهیم کرد. بیش از 4 دهه نظام اولیگارشی مافیای دینی با هر ترفندی کوشید تا ارزش‌های یک ملت اسیر را زیر و رو کند. تحت سلطه چنین رژیمی مردم شریف ایران انسانیت خود را زیر علامت سوال یافتند. رژیمی که طی 4 دهه در غصب حقوق شهروندان ایرانی و نفی مدنیت معاصر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. تضمین صلح در جهان منوط به پایه‌ریزی آزادی سیاسی است، هدفی که آقای مسعود رجوی در سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر با تشکیل شورای ملی مقاومت و تجهیز مجاهدین خلق به کارزاری قدم نهاد که ناامیدی فضای سیاسی کشور را فرا گرفته بود و روزنی به سوی آزادی نبود. اما ایشان به یک چیز ایمان داشت: رهایی از ظلمت تاریکی ارتجاع را بایستی با شیوه مبارزه خلق کرد. هیچ کس آن را در سبد طلایی به مردم تشنه آزادی نمی‌دهد. او با درایت تاریخی به درستی فهم نمود که امید عاشق پیروزی است و موفقیت یک سفر است و نه مقصد. لذا تحقق و خلق استراتژی پیروزمند و امیدبخش نیز متضمن پرداخت حداکثر بها در مسیر آرمان آزادی است. اکنون در ایران تحت اشغال آخوندها در پاندورا باکس باز شده است. پتانسیل مطالبات محرومین در شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای فضای سیاسی ایران را مزین به خود کرده. اما انقلاب دموکراتیک ایران و مرحله سرنگونی استبداد دینی همچون تمام انقلابات قرن 19 و 20 تکاملی است و مرحله به مرحله رشد می‌یابد و ولی فقیر را گریزی از تلی که در آن گرفتار شده نیست. از این راه گذر است که در شطرنج سیاسی میان مقاومت سازمان یافته و قاصبان حق حاکمیت مردم ایران بعد از گذشت 4 دهه مبارزه تحت مدیریت شایسته شما خانم رجوی، مقاومت با سربلندی و اقتدار رژیم را به نقطه‌ای کشانده که محصول آن رئیسی جنایتکار است. در یک کلام، این دگردیسی از نظر استراتژی شکست تز استعمار ارتجاع و توهم مدرن شدن نظام و تایید کلام مسعود رجوی که افی کبوتر نمی‌زاید را بر همگان روشن ساخته است. قرار گرفتن رئیسی در رأس قوه مجریه اهانت به شعور مردم ایران است و بیانگر اوج ورشکستگی و بن‌بست در تمام حوزه‌های داخلی و بین‌المللی است. در شرایط کنونی رژیم به دلیل ضربات استراتژیک این جنبش تعادل خود را از دست داده و ضروری است تأکید شود که رئیسی با چند بحران لاینحل مواجه است که نه توان عبور از آن را دارد و نه شرایط داخلی و بین‌المللی به او این فرجه را خواهد داد. بحران کرونا، بحران در ساختار، بحران برجام، بحران جانشین سازی و انتقال قدرت و بالاخره و مهمتر از همه مقابله با قلیان خشم مردم که در خط مقدم آن کانونهای شورشی هستند. به بیانی با برجام یا بی برجام نه قادر است ریل عوض کند و نه نیت آن را دارد. در دوران جدید پسا کرونا شاهدیم که تمام ذخایر استراتژیک نظام آخوندی با ریاست جمهوری فرمایشی رئیسی به کف روی آب تبدیل شد. از طرفی حقوق بشر در سرلوحه تعادل قوای بین‌المللی برجسته شده است. از این منظر است که بایستی گفت که در تبیین تبعات این پدیده، آن هم در بزنگاه سرنوشت‌ساز کنونی خامنه‌ای و عواب جمعی او، چه در داخل و چه در بیرون از مرزهای ایران با کسری مشروعیت و بی‌اعتباری مواجه‌اند. حق حاکمیت ملل لباس نیست که فقط در روزهای دادن رأی و هر 4 سال یک بار برتن کند، بلکه حقی است واقعی و غیر قابل انکار. دوران جدید سرآغاز جلوس ملت بر ریکه قدرت است. در فضای انقلابی یعنی آماده بودن شرایط عینی و ذهنی به طور قانونمند شور و اشتیاق مردم در کسب آزادی و
نفی سلطه استبداد دینی در ایران در حال تکوین و روند رو به رشد خود را طی می‌کند. خانم رجوی عزیز، این مقاومت با تمام اجزای آن نیادگاه ارزش هاست. انسان با انتخابش تعریف میشه و نه با گفتار درمانی و بی‌مسئولانه حرف مفت زدن، بلکه در بوته عمل انقلابی و فداکاری بیش از 120 هزار انسان فریخته در مسیر آزادی است که سنجیده میشه. بر همین سیاق با هوشیاری آقای رجوی در تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادی، هسته‌های مقاومت مردمی در کانون‌های شورشی، در هیئت ارتش آزادی بخش به سرعت دوران ارتقا و خیزش به سوی رهایی خلق اسیر ایران از استبداد دینی و تحقق مطالبات مردم در حصول به دموکراسی را تا مقصد نهایی استوار به پیش می‌رانند. با تشکر. آقای منصور وارسته، شما نکات زیادی گفتین، ولی من اشاره میکنم فقط به نکته‌ای که گفتید در مورد نقش مسئول شورا در بنیانگذاری شورا و پیشبرد این مقاومت در این چهار دهه با تمام نشیب و فرازها و با ارزش‌های بنیادین مورد اعتقاد این جمع، یعنی شورای ملی مقاومت. ولی جمله گفتید که بسیار زیبا بود که موفقیت یک سفر است و نه مقصد، به نظر من توش هزاران حرف نهفته است. و باز گفتید که این مقاومت میادگاه همه ارزش هاست. به درستی گفتید که کهکشان این بار پتک استراتژیک محکمی بر سر این نظام بود. به هر حال من همواره گفتم خوشبینی یکی از ویژگی های مبارزین و مقاومینه و این ارزش در شما بسیار برجسته است و من معتقدم که برآمده از اشراف عمیق شما به ماهیت این رژیمه که از همون ابتدا میگفتید که این رژیم به سمت احتضار میره ولی به سمت مدره بازی و استحاله نمیره و الان اثبات شد. درود بر شما. با تشکر از آقای وارسته، از آقای طاهرزاده میخوام صحبتشون شروع کنم. بفرمایید آقای طاهرزاده. خواهر گرانقدر، خواهر مریم بزرگوار، رئیس جمهور محبوب مقاومت ایران و برادران و خواهران مجاهد سرفراز، در حسن حسین شرف اشرف سه این اوتوپیای آزادگی و دلدادگان آزادگی و پاکبازان راه استقلال و آزادی میهن، واقعا سخته الان دیگه حرف زدن، چون همه حرفا گفته شده و دیگه تکرار مکررات خواهد بود. از اونجایی هم که باید به جمع احترام گذاشت و وقت زیادی هم نگرفت، من صرفاً فقط برای اینکه احساسات و عواطف خودم رو نسبت به مقاومت بیان کرده باشم، به طور خاص خطابم هم به رژیم هست. میدونید که به هر صورت ما الان 40 ساله که در مقابل این رژیم ایستادگی میکنیم با توش و تمام. اما اجازه بفرمایید قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، درود بفرستم، درودی از اعماق قلبم، از دل سوختم به خاطر پرواز نابهنگام یکی از برجسترین انقلابیون و مبارزین ما، برادر بسیار هنرمند، فرهیخته، دانشمند، فداکار، پاکباز، سمبل یک مجاهد واقعی که الان میخوام راجبش صحبت کنم، مسعود عزیز فرشی ما، یادش گرامی و حضورش بیش از هر زمان در زندگی مبارزاتی ما هست، با اقتدار، با اون خنده هاش که الهام بخش آزادی و ایران فردا بود. و درود میفرستیم به مردم قهرمان و به پا خواسته و خوزستان تشنه و تفته. و همطوری که چقدر شما قشنگ گفتید که خواهر سهیلا کلمه شهیدان گلگون کفن، این شهیدان گلگون کفن تشنه لب خوزستان رو بیاد میاریم در این لحظات. با
خب برگردیم به خودمون. قبل از هر چیز ما به مثابه نوادگان و راهروان پیشوای تاریخی بزرگ مردم ایران دکتر محمد مصدق در سالگرد 30 تیر یادش رو گرامی می‌داریم و خاطره تابناکش رو، همچنان که کانون‌های شورشی در سخت‌ترین شرایط در تهران در جاهای مختلف از قول فرمانده کبیر این مقاومت نقل قول‌هایی رو کرده بودند که مصدق مظهر اراده سیاسی یک ملت آزاد و مستقل بوده است. و باز هم برادر مسعود گفتند که خوشا مصدق که خاطره تابناکش درس میهن دوستی و سازش ناپذیر را به ما داد و ما برای اولین بار درس های ضد استعماری را از ایشون آموختیم. درود میفرستیم به روان پاک دکتر محمد مصدق. عرض کنم باز هم صحبت شد از 40th سالگرد میلاد خجسته شورای ملی مقاومت به مثابه میراث تاریخی. پس اجازه بدید به بنیانگذار، نگاهبان و کسی که این ارزش‌ها را آفریده و همه استعدادها و هر چی را که در این مقاومت داشته با گشاده دستی در اختیار این شورا گذاشته و اهداف شورا رو که برای آزادی میهن بوده به پیش برده، علی‌رغم همه سختی‌ها، همه توطئه‌های جهانی استعماری و غیره، این مقاومت رو از دل کوران‌های بسیار بسیار مهیب و سونامی‌هایی که دولت‌ها و ابرقدرت‌ها رو نابود کرد، اما شورا سرفراز به پیش رفت به خاطر داشتن فرمانده کبیری همچون مسعود رجوی که اتفاقاً همزمان هم رهبر مقاومت هستند، هم فرمانده کل ارتش آزادی بخش و هم مسئول شورای ملی مقاومت. یعنی تمام ارزش‌های مبارزاتی نظامی، سیاسی، اجتماعی و انسانی در ایشون متولوره و این رو جاری کرده در درون این مقاومت، همچنان که ما می‌بینیم هزاران هزار مجاهد الان در اشرف سه و در سر تا سر ایران این کانون‌های شورشی رو که ما می‌بینیم، اینا همه دقیقاً فرزندان این مسعود رجوی هستند که الان در سخت‌ترین شرایط اهداف این مقاومت رو به پیش می‌برند. درود می‌فرستیم به مسعود رجوی که این ارزش‌ها رو آفرید و تأکیدش و اینکه واقعاً با پرداخت بهای سنگین مرزبندی رو در درون شورا، مرز بین شاه و شیخ رو حفظ کرد و این همون راز ماندگاری ماست در درون شورای ملی مقاومت. پس درود می‌فرستیم به این نگاهبان و بزرگترین واقعا رهبر سیاسی یک قرن گذشته میهن ما. دوستان عزیز، رمز ماندگاری الان صحبت شد، رمز ماندگاری و پایداری این مقاومت و مجاهدین و این سازمان و این شورا در چیست؟ آیا اینکه ما مثلا آدم‌های خوبی هستیم یا خب انتخاب کردیم؟ خب همه اینا ممکنه باشه. ببینید، در شرایطی که تمام جهان در تمام این سالها هر نوع کمکی که میشده به این رژیم کرد، تمام آنچرا که میشد تصور کرد بر علیه این مقاومت به کار رفت، بمباران کردند، خلع سلاح کردند، لیست تروریستی گذاشتند، 17 ژوئن رو درست کردند، فشارهای طاقت فرسا روی این مقاومت، تروریسم، شیطان سازی خبیثانه، ادوارهای اصلاح طلبی و و و و و برای نابودی مجاهدین تلاش کردند عجیب غریب که مجاهدین رو، مقاومت رو از دور خارج کنند. و به زعم خودشون مثل کوبلر که تصور باطلش این بود که مجاهدین اگر به اشرف بیان یا بعد به خارج بیان، خب مستحیل میشن در فرهنگ و بورژوازی غرب اونها رو ذوب میکنه. اما چنین اتفاقی نیفتاد. اونچه که اتفاق افتاد این بود که این مجاهدین مستحکمتر و منسجمتر از همیشه در مقابل همه طوفان‌ها ایستادن و یکی پس از دیگری از دل تمام این سونامی ها با اقتدار و به قول اون آقای یا خانم به قول معروف که آقای اسامه گفتن، اینها هیچ کدوم نتونست مجاهدین رو شکست بده و مستحکمتر از دل این سونامی ها بیرون اومدن. اما از طرف دیگه رژیم ضعیفتر، پاره پاره تر، درمانده تر،
که خودش رو نشون داد در این داستان انتخاباتی که مردم ایران شجاعانه با تمام قدرت اومدن و با نهی بزرگ تاریخی خودشون و تحریمی که کردن در مقابل تمام توطئه‌های استعماری این همه سالها ارتجاع و غیره رو به زانو کشیدن و گفتن که نه چنین نیست، ما در مقابل رژیم ایستادیم، ما سرنگونی میخوایم، همونطوری که مسعود رجوی سالهای سال میگه سرنگونی 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 و کوتاه هم نیومده. حالا واقعا شما فکر میکنید که استعمار و ارتجاع فقط یک بدهکار به ما یک معذرت میخوان بدهکارن؟ خیلی بیشتر از این حرفا بدهکارن به مردم ایران. 40 سال عمر خریدید برای این رژیم، 40 سال پدر مردم ایران رو درآوردید، تسمه از گرده این مردم ایران کشیدید، بهترین فرزندان این آب و خاک رو به خاک و خون کشیدید. باید جواب بدید، باید جواب بدید. و وای به حال اونهایی که در تمام این سالها به این رژیم خدمت کردند، اسب رژیم رو زین کردن، براش ساز و کار آماده کردن، تحریم ها رو کمکش کردن دور بزنه، اومدن وقتی که ما میخواستیم از لیست تروریستی در بیان، هر کاری که شما فکر میکنید کردن، اما کجا رسیدن؟ آخرش الان این رژیم هست و خامنه ای و رئیسیش دیگه، نگاه کنید این آخرین برگش. اما ما یک ارتشی عظیم از مردم ایران یک طرف، و دیدید که این مقابله که اخیراً شد در همین کهکشان، دیگه من نمیخوام راجع به کهکشان صحبت کنم، کهکشان 1400، تقابل تمامی مقاومت ایران و آرمان‌های تاریخی این مقاومت که خانم رجوی اومدند و به عنوان سمبل این مقاومت تمام این ارزش‌ها رو ما دیدیم، چگونه کسانی که هیچ گونه قرابت فرهنگی، سیاسی، تاریخی و و و با این مقاومت ندارن، اما یک چیز رو، یک حقیقتی رو اینها معترف شدن، این که مردم ایران این مقاومت پای اصیله و بایستی حفظ بشه و تنها شانس، نه تنها برای مردم بلکه اونا به آینده مملکت خودشون هم فکر میکنن. خب پس بنابراین درود بر تمام آفرینندگان کهکشان، 50,000 ستاره درخشان از سر تا سر جهان، از 5 قاره جهان به هم پیوستن و چنین عظمتی رو آفریدن. درود داره، تبریک داره، شایان واقعا شادباش های عظیم هست به همه خودمون، به تمام کسانی که این امر رو به پیش بردن. در اولین گام خود خانم رجوی با درایت و با واقعا صلاحیت ممتازشون، با خواهر زهرای مریخی، با خواهر بدری و همه خواهران و برادران و مجاهد که تلاش کردن به این ناممکن رو ممکن کردند، واقعا غیر ممکن بود. و ما از شدت شرف و افتخار، این که من دارم این حرفا رو میزنم واقعا تمام الانم زیاد حالم خیلی مساعد نیست، ولی با تمام وجودم دارم اینا رو میگم که اگر ما هر کاری کردیم با افتخار بوده و به دلیل این بوده که این راه برای ما باز شده و این راهی که گشوده شد با سرافرازی به پیش رفتیم و افتخار کردیم و این راه رو ادامه خواهیم داد و این پرچمی رو که مسعود رجوی بلند کرد از 30 خرداد با شوراش، با ارتش آزادی بخش، با خواهران و برادران مجاهد در اشرف سه، در همه جا، ما در پشت این پرچم و در پشت سر مسعود رجوی در مؤسسان پنجم با کمال افتخار اعلام میکنم، خودم شخصا از طرف خودم در این مؤسسان پنجم هستم تا آخرش هستم و هر کاری از دستم بر بیاد برای سازمان مجاهدین، برای آزادی مردم ایران دریغ نخواهم کرد و این کمال شعف افتخار من هست و کوچکترین درکی که از این مبارزه گرفتم. پس بنابراین ما به پیش میتازیم و یقینا در تحت رهبری مسعود رجوی و خواهر مریم و اشرف سه و با حمایت مردم ایران و کانونهای شورشی این کشتی یقینا به ساحل نجات خواهد رسید. با تشکر از آقای طاهرزاده و با تشکر از همه زحمات شما در این کهکشان کارهای هنری بسیار زیبایی که داشتین. گفتید که این شورا سرفرازانه تونسته تو این سالیان از تمام ابتلاعات عبور کنه.
به دلیل فرماندهی سیاسی، نظامی، اجتماعی و انسانی مسعود که تمام ارزش‌های انسانی و مبارزاتی رو در این مقاومت جاری کرده در تک تک اعضا، هواداران و همه اعضای این جنبش. و قطعاً نسل اندر نسل همچنان که گفتید حامل این ارزش‌ها هستند و این مقاومت در تمامیتش همچنان که گفتید میتواند و باید به نتیجه نهایی، یعنی سرنگونی این استبداد مذهبی و این آخوندهای جنایتکار از ایران، این زیباترین وطن، بر بیاد. و این تعهد تاریخیه و درود بر شما که اعلام ثبت نامتون هم در مؤسسان پنجم اینجا گفتین. مبارک است. با تشکر از آقای طاهرزاده، از آقای دکتر احمد رجوی درخواست میکنم صحبتشون رو بفرمایند. چهلومین سال تأسیس شورا از آستان پیر مغان سرچی را کشیدیم. دولت در آن سرا و خوشایش در آن در است. یک قصه بیش نیست غم عشق عجب از هر زبان که می شنویم نامقدر است. به هر زبان که می شنویم نامقدر است. عشق به آزادی. و اما با یاد و خاطره مسئول مسئول فرشی اجازه بدهید جمله مرحوم ادبی را، آن را همه خانواده یاد داریم را تکرار کنم. من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. جای تبریک به کانونهای شورشی، اشرف نشانان و اشرفی ها خسته نمی شوند، نشدند و خسته کردند. گرد همایی بزرگ سالانه مقاومت ایران در اجلاس سه روزه جهانی ایران آزاد، در این سه روز که حاصل دسترنج بیش از نیم قرن مقاومت و پایداری مجاهدین با دو دیکتاتوری شاه و شهر، بعد از ترسیم نقش مسیر توسط خواهر مریم، دوستان و عزیزان مقاومت ظفرعمومی از جمله صدها شخصیت جهانی در خصوص کرونای منحوس ولایت وقیح سخن راندند و راه و چاره را بازگو کردند. بسیاری از رسانه‌های جهان آن را منعکس کرده به انعکاس دادند. بیشک عزیزان در صحنه و یاران مقاومت با ابراز حقایقی روشن و واضح در تمام زمینه‌ها روشنگری خیره کننده ای را در معرض دید جهانیان قرار دادند. تا جایی که جنون رژیم صحنه همه رسانه‌هایش را به وجود اشغال کرد. برای مثال روزنامه حکومتی مستقل نوشت: چرا نمی‌بینید که مجاهدین به عنوان دشمن تیغ بر کف علیه نظام و انقلاب که سودایی جز براندازی ندارند هر روز برای توطئه و اغتشاش فراخوان می‌کنند؟ و اما در خاطرم بیاد می‌آورم که منیره وقتی از دست ساواک شاه در رفت به خانش آمد، ابدی در حیات خانه قدم می زدند و زمزمه می کردند که گل اگر او دختر من بود، چون که او نیست گل به گلشن نیست. منیره در خصوص رژیم منحوس آخوندی گفت: اینها می خواهند انسانیت آدم را نابود کنند و باید با همین همجنی، باید هرچه بیشتر عاطفه های من را می سازند. کاظم گفت حقوق بشر را با خون ما و پای آن هم امضا گذاشت. آمدم و آمدم و
کهکشانی از شهدا و پاکبازان آزادی را، عزیزان شورایی را دیدم که هیچ فرقی برایم با منیر و اصغر و کاظم نداشتند و ندارد. خدا را شکر، خدا را شکر چه خانواده‌ای بود، خانواده‌ای بی اغراق به عظمت خورشید تابناک در افق ابدیت. این آخری مسعود فرشی را میگویم که خطاب به مولای متقیان علی علیه السلام در نقش مسیرش گفت و بشارت داد که ایران رهاترین، متعالیترین و پاکترین و آزادترین سرزمین جهان خواهد شد، چرا که مجاهدینی در آن جانفشانی می کنند افتخارشان سرسائیدن به خاک آیتوست. و من یک آرزو دارم، آرزو دارم که رهرو راه آن باز کنندگان راه تکامل انسان باشم. چرا؟ چرا که قواعد و مفهوم تکامل، حرف اول و آخر لوتر کینگ، مریم و مسعود به غیر این نیست. The arc of the moral universe is long that it bends toward justice. یعنی قوس جهانی اخلاق طولانی است ولی به سوی عدالت می رود و این قانونمند است. السلام. با درود و سلام به دکتر احمد عزیز، بسیار خوشحالیم که می بینتون و امیدوارم که بهتر شده باشین. شما نکات بسیار مهم می گفتین، از جمله از منیره عزیز گفتید که چگونه گفت که رژیم میخواد انسانیت رو بکشه ولی اجازه نخواهیم داد که این رو از ما بگیره، و از دکتر کاظم گفتید که نوشت که ما حقوق بشر رو با خونهای ما مینویسیم. میبینیم که امروز خوشبختانه چطور رنج و تلاش های دکتر کاظم و همه اون خونهای سربداران در سال 67 به ثمر نشسته و دادخواهی شهیدان قتل عام سال 67 الان تبدیل به یک خواست ملی شده در برابر سرجلاد سال 67، یعنی رئیسی، و این نهضتی است که قطعا ما اون رو به پیش میبریم تا روزی که به نتیجه قطعی برسه. و باز شما به زیبایی گفتید که در این مقاومت یک قصه بیشتر نیست و اون قصه نامکرر عشق به آزادی بر راهی که از جمله مسعود فرچی یکی از رهروان پاکبازش بود. درود بر همه شما، درود بر شما، برای سلامتی شما هم آرزو میکنم. امیدوارم که هرچه سریعتر آرزوهای همه این جمع زیبا برآورده بشه. موفق باشید.